سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. به نظر می رسد جدایی روملو لوکاکو و کریستیانو رونالدو از فوتبال ایتالیا به سودشان تمام نشده است. بارسلونا در دیدار دشوار در نهایت 2-1 در خانه لیناریس به برتری دست یافت. دیدار ریال مادرید با آلکویانو هم پس از پایان این دیدار برگزار شد که شاگردان آنجلوتی توانستند انتقام فصل گذشته خود را از این تیم گمنام بگیرند. کریستیانو رونالدو و روملو لوکاکو تابستان سال گذشته با ترتیب یوونتوس انتر را به این امید ترک کردند که در مقاصد جدیدشان در لیگ برتر حداقل روزهای خوبی که در ایتالیا داشتن را تکرار کنند، اما این دقیقاً همان چیزی بوده که رخ نداده است. این دو مهاجم در پایان فصل گذشته تیم‌هایی که بهترین گلزنانشان بودند را ترک کردند و به تیم‌های سابقشان برگشتند. لوکاکو به چلسی و رونالدو به منچستر یونایتد. در این میان چلسی هزینه به مراتب بیشتر برای برگرداندن لوکاکو انجام داد، 115 میلیون یورو برای خرید او پرداخت. من یونایتد هم 15 میلیون یورو به علاوه 8 میلیون یورو پاداش برای خرید مجدد رونالدو در نظر گرفت. با این حال هیچ کدام از آنها نتوانستند روزهایی که در سری آ داشتن را تکرار کنند، به خصوص درباره لوکاکو که اخیراً مجبور شد از هواداران اینتر بابت شیوه جدایی از این تیم عذرخواهی و ابراز امیدواری کرد که به این تیم برگردد. لوکاکو همچنین اعتراف کرد که دوره دوم حضورش در چلسی آنطور که انتظار داشت پیش نرفته است و آمار هم صحت گفته‌هایش را تایید می‌کند. ستاره بلژیمی در 95 بازی اش در انتر زیر نظر آنتونیو کونته 64 گل زده، اما در این فصل 18 بازی برای چلسی انجام داده و فقط 7 گل زده است. البته خیلی ها دلیل اوجگیری او در انتر را به سرمربی سابق این تیم آنتونیو کونته نسبت می دهند. رابطه لوکاکو با کونته با وجود جدا شدن مسیر حرفه‌ای این دو نفر آنقدر خوب مانده که اخیراً شایعه پیوستن بازیکن چلسی به تاتنهام جایی که مربی ایتالیایی کار میکند شنیده شده است. داستان جدایی کریستیانو رونالدو از یوونتوس هم تقریبا مشابه به جدایی لوکاکو از انتر است، با این تفاوت که برخلاف یوونتوسی ها انتر تا حد زیاد توانسته جای خالی لوکاکو را با ایدن ژکو پر کند. آمار گل های یوونتوس بعد از جدایی رونالدو افت محسوس داشته است، یعنی پایین ترین آمار در میان 10 تیم بالای جدول سری آ با 27 گل در 19 بازی. هرچند که بازگشت ماسیمیلیانو آلگری و سبک تدافعی تر او نسبت به مربیان قبلی یووه هم عامل بسیار تاثیرگذار بوده است، با این حال این جدایی برای خود رونالدو هم خیلی خوشایند نبوده است. فاکسوتاره پرتغالی که در سه فصل حضورش در یوونتوس 134 بازی انجام داد و 101 گل زد، در این فصل برای منچستر یونایتد 22 بازی انجام داده و 14 گل زده است و تیمش در رده هفتم جدول قرار دارد. در حالی که یوونتوس بعد از فروش رونالدو از کورس قهرمانی خارج شده است، انتر به خوبی توانسته با فروش بهترین گلزن فصل گذشته کنار بیاید و حالا در کورس قهرمانی سیریا پیشتاز است. ایدن ژکو بازیکن کنارازوری به جای لوکاکو خرید در 24 بازیاش برای اینتری ها در این فصل 11 گل زده است و سهم بسزایی در حاشیه امنیت 4 امتیازی نرازوری در صدر جدول داشته است. از آلوارو موراتا به عنوان گزینه جدی بارسا برای تقویت خط حمله در زمستان نام برده می شود، ولی شرایط کم پیچیده شده و در ایتالیا معتقدند یوونتوس تا زمانی که جانشینی برای موراتا جذب نکند اجازه جدایی وی را صادر نخواهد کرد. برای این مهم چندین مهاجم مد نظر قرار دارند، ولی جذب هیچ کدام ساده نخواهد بود. در واقع اگر یوونتوس به موراتا اجازه جدایی بدهد، تنها 7.5 میلیون یورو از این بابت پسنداز خواهد کرد که برای جذب بازیکن دیگر کفایت نمی کند. طبق ادعای تاتا اسپورت هدف یوونتوس جذب مهاجم در تابستان 2022 بود، ولی با مطرح شدن قضیه جدایی موراتا بررسی گزینه های مد نظر خود را زودتر شروع کرده و روی مایرو ایکاردی و آرا کادیوش میلیک تمرکز کرده است. طبق این گزارش یوونتوس برای جذب آنها با مشکل بزرگ روبرو است. در مورد ایکاردی هم پیجی و هم خود بازیکن موافق قطع همکاری هستند، ولی باشگاه پاریسی تنها به شرط انتقال قرضی با بند خرید اجباری راضی به انتقال ستاره آرژانتینی خواهد شد. مارسی باشگاهی که میلیک را در اختیار دارد نیز چنین شرط گذاشته است. دستمزد بالای هر دو بازیکن نیز مانع دیگر محسوب می شود و به نظر فعلا موراتا شانس بالایی برای جدایی از یوونتوس ندارد، به خصوص که ماکس آلگری سرمربی یووه با ستاره اسپانیایی اعلام کرده است که روی او برای نیم فصل دوم حساب می کند. بارسلونا در یک ساعت ابتدایی از حریف گمنام خود عقب بوده و فاصله تا حذف از کوپا دل ری نداشت. در نهایت در 30 دقیقه پایانی دو بار به گل رسید و راهی دور بعد شد. برخلاف تصور این لیناریس بود که بازی را بهتر آغاز کرد و در همان دقایق ابتدایی به گل اول هم دست یافت. روی ارسال دقیق کارنیسر از سمت راست این هوگو دیاز بود که در میان غفلت مدافعان بارسا موفق به گلزنی شد. بارسلونا در صدد جبران برآمده و در دقیقه 25 فرصت داشت گل اول را به ثمر برساند، اما ضربه ریکی پویک از فاصله قابل توجه را رازاک با عکس العمل خوب مهار کرد. دقایق بعد بر روی ارسال دقیق نیکو گونزالس بود که بارسا فاصله تا زدن گل تساوی نداشت، اما ضربه والی ریکی پویک در موقعیت بسیار خوب و در مقابل دروازه به آسمان رفت. در اواخر نیمی اول این بار ضربه زمینی یوردی آلبا از پشت محوطه را دروازه‌بان لنارس به زیبایی راهی کارنر کرد تا در نهایت نیمی نخست با برتری 1-0 تیم میزبان به اتمام برسد. در دقایق ابتدایی نیمی دوم بود که بارسا روی ارسال دنی آلوز از روی یک موقعیت استگاهی فرصت خوب برای گلزنی داشت، اما ضربه عثمان دمبله بیرون رفت. اما در دقیقه 60 بارسا بالاخره به گل اول دست یافت. روی پاس اسکار منگوز و عثمان دمبله در پشت محوطه صاحب فرصت شده و با ضربه فنی و دقیق توانست گل تساوی را به ثمر برساند. اما بارسلونا خیلی زود به گل دوم هم دست یافت. دقایق بعد خوان خوتکلا از سمت چپ حرکت کرده و بعد از گذر از صد مدافعان حریف با ضربه دقیق از درون محوطه موفق به زدن گل دوم شد.
در دقیقه 75 کاراستو با حرکت از سمت چپ میتوانست دروازه بارسا را باز کند، اما ضربه فنی او از پشت محوطه به تیرک دروازه برخورد کرد. لحظات بعد این بار عثمان دمبله با ورود به محوطه فاصله تا زدن گل سوم نداشت، اما ضربه محکم او نیز به تیرک دروازه برخورد کرد. در ادامه اتفاق خاص رخ نداد و بارسا در نهایت 2-1 لینارس را شکست داد. جاوی سرمربی جوان بارسا در پایان این دیدار مدعی شد. بازی در مقابل چنین تیم‌های دشوار است. شرایط فوتبال دیگر مانند گذشته نیست. جاوی گفت: امشب بارسا بسیار سختی در خانه لینارس داشت و همیشه کسب پیروزی در چنین استادیوم‌های دشوار است. هواداران از قبل از شروع مسابقه انتظار داشتند ما حتماً به پیروزی برسیم، اما فوتبال دیگر اینگونه نیست. در مقابل هر تیم سازمان یافته کسب پیروزی دشوار خواهد بود و فوتبال مدرن در تمامی سطوح تیم‌های سطح بالا و قدرتمند وجود دارد. در بین دو نیمه با بازیکنان خیلی راحت گفتم که می توانیم 3 ساعت درباره مسائل تاکتیکی صحبت کنیم، اما این پیروزی با باور و اعتماد به نفس تیم حاصل شد. من می توانم 200 تغییر تاکتیکی در تیم ایجاد کنیم، اما در نهایت بارسا امشب به کسب پیروزی باور داشت و این اتفاق در نهایت رخ داد. من به بازیکنانم گفتم که آنها قطعا بهتر از حریف خود هستند، اما با آنها تاکید کردم که ممکن است نتوانیم با انرژی و شدت بازی حریف برابری کنیم، که متاسفانه این اتفاق در دقایق ابتدایی مسابقه برای بارسا رخ داد. این عثمان دمبله بود که در نیمه دوم سرنوشت مسابقه را رقم زد و حتی او این فرصت را داشت که گل سوم بارسا را نیز به ثمر برساند. این بازیکن در نبردهای یک در مقابل یک بسیار خوب بازی میکند. از نظر توانایی های فوتبال چیزی برای گفتن درباره دمبله وجود ندارد و البته درباره تمدید قرارداد دمبله نیز هیچ خبر جدیدی نشده است. رئال مادرید یک سال قبل در شب عجیب در کوپا دل ری مغلوب همین آلکویانو شده بود. دیشب نیز برای کسب پیروزی مقابل این تیم سختی های فراوان را متحمل شده و در نهایت 3-1 به برتری رسید. برخلاف انتظار آلکویانو بازی را بهتر آغاز کرد و در همان دقایق ابتدایی ضربه بلانکو میتوانست بعد از برخورد به بازیکنان ریال مادرید وارد دروازه این تیم بشود، اما ادواردو کاماوینگا روی خط توپ را برگرداند و دروازه را نجات داد. دقایق بعد اسکودرو بعد از حرکت سمت چپ به عمق با ضربه خود دروازه ریال را تهدید کرد، اما ضربه او با اختلاف کم به بیرون رفت. در دقیقه 35 ضربه ایستگاهی بلانکو از فاصله قابل توجه میتوانست وارد دروازه ریال مادرید شود، اما آندری لونین هوشیاری نشان داد و این ضربه را دفع کرد. اما در اواخر نیمه اول این ریال مادرید بود که موفق شد گل اول را به ثمر برساند. روی ارسال کارنر رودریگر از سمت چپ این ادر میلیتایو بود که با پرواز بلند با ضربه سر دروازه آلکویانو را باز کرد. در ادامه وقت خاص روی دروازه ها خلق نشد و در نهایت نیمه اول با برتری 1-0 ریال مادرید به اتمام رسید. تیم میزبان نیمه دوم را نیز بهتر آغاز کرد و در همان دقایق ابتدایی با نفوذ ایندی از سمت چپ فرصت خوبی برای زدن گل تساوی داشت، اما ضربه او از زاویه دشوار در اختیار لونین قرار گرفت. اما در دقیقه 66 آلکویانو به گل تساوی دست یافت. دنی ویگا با حرکت تماشایی از سمت چپ وارد محوطه شده و با ضربه محکم دقیق از زاویه دشوار توانست دروازه ریال مادرید را باز کرده و کار را به تساوی بکشاند. اما دقایق بعد این ریال مادرید بود که به صورت اتفاقی به گل دوم دست یافت. ارسال عرضه دن هازارد با ضربه مارکاسینسو از پشت محوطه همراه شد و شوت این بازیکن بعد از برخورد به مدافع حریف تغییر جهت داده و وارد دروازه شد. اما در دقیقه 78 ریال به گل سوم دست یافت. ناهماهنگی عجیب مدافعان آلکویانو باعث شد اسکو در موقعیت تک به تک قرار گرفته و ضربه او بعد از برخورد به خوزه خوان دروازه‌بان آلکویانو وارد دروازه این تیم شود. در ادامه اتفاق خاص روی دروازه ها رخ نداد و آلکویانو 3-1 مغلوب ریال مادرید شد. آنجلوتی پس از پایان بازی به خبرنگاران گفت: فکر میکنم امروز بازی متفاوت را به نمایش گذاشتیم. خودمان را برای یک دیدار پر از نبردهای هوایی، ضربات اسکاهی و توپهای بلند آماده کرده بودیم. توانستیم گل بزنیم، مردانه جنگیدیم و با شایستگی به پیروزی رسیدیم. پس از گل تساوی سرمان را بالا گرفتیم و به بازی خود ادامه دادیم. این همان چیزی بود که نیاز داشتیم و برای آن آماده شده بودیم. در این نوع زمینهای بازی کیفیت اهمیت چندان ندارد، اما توانستیم علیرغم مشکلات یک بازی خوب ارائه دهیم. هازارد او در نبردهای تک به تک از اعتماد به نفس بالایی برخوردار بود، زیرا توانایی رد کردن حریف پیش رویش را دارد. او رفته رفته به فرم ایدئالش باز خواهد گشت و باید بگویم که از نظر جسمانی نیز وضعیت خوبی دارد. تاتنهام در شبکه موقعیت‌های چندان روی دروازه چلسی نداشت. در دیدار رفت در نیمه نهایی جام اتحادیه با 2 گل مغلوب شده و در آسانی حذف قرار گرفت. آنتونیو کونته سرمربی تاتنهام در پایان این دیدار اعتراف کرد که چلسی در بازی دیشب خیلی بهتر بوده و اسپرز مسیر زیاد برای پیشرفت پیش روی خود دارد. آنتونیو کونته گفت: آنها خیلی بهتر از ما بودند و ما باید بابت این عملکرد برای چلسی دست بزنیم. من دوست دارم حقیقت را بگویم و هنوز کارهای زیاد برای پیشرفت تاتنهام وجود دارد. تاتنهام در سالهای گذشته به شدت افت کرده بود و حالا این تیم میخواهد باید برای کسب پیروزی در هر مسابقه این مبارزه کند. بازی در استنفورد بریج آسان نیست. آنها بسیار متمرکز بودند و هر بار توپ را از دست میدادند و دنبال بازپسگیری میرفتند. در ادامه نیز دروازه ما روی بدشانسی باز شد. اما وقت بازی را شروع میکنید و چلسی خیلی زود به گل میرسد، شرایط مسابقه دشوار میشود. اما من از شرایط آگاه هستم و همه چیز خیلی واضح است. یک شکاف بزرگ بین ما و تیم‌های مهم وجود دارد. ما باید در لیگ برتر مبارزه کنیم تا در جایگاه خوب قرار بگیریم، اما اگر با خودمان تصور میکنیم به پیروزی نزدیک هستیم، این نشان میدهد که در مسیر درست قرار نداریم. من فکر میکنم چلسی نشان داد که خیلی بهتر از ماست. در نیمه اول و از همان ابتدا شرایط سخت را متحمل شدیم. ما درباره یکی از بهترین تیم‌های جهان صحبت میکنیم و نمیتوان شرایط دو تیم را مقایسه کرد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.